سلام، پرستوی صالحی هستم. طبق عادت همیشه‌ام گفتم که خودم براتون بگم قصه گاهی برای بودن باید رفت چیه. چند سال پیش که برنامه ماه عسل شرکت کردیم، من و داداشم، خیلی قبلش بهمون میگفتن که این کارو نکنیم، میتونه بازتاب بدی داشته باشه و عکس العمل‌های بدی از طرف مردم. ولی ما با دلمون تصمیم گرفتیم و رفتیم و بازتابش بسیار برامون ارزشمند بود، چرا که خانواده های زیادی بهمون پیام دادن که فرصت دوباره دادن به عزیزانشون برای برگشت، برای اینکه اعتیادشون رو ترک کنن. یک عالمه آدم که دچار بیماری اعتیاد بودن به ما پیام دادن که تصمیم گرفتن اعتیادشون رو ترک کنن. من تو توی شهرستانی سر یه برنامه بودم، یه آقایی به من گفت من اعتیادم رو ترک کردم به خاطر اینکه دخترم رو جای شما گذاشتم و فکر کردم شاید در آینده بچه من اینجوری آسیب دیده باشه. اینا ارزشمند بود و ما نتیجه‌ای که از گفتن واقعیت گرفتیم بسیار شیرین و دلچسب بود. به خاطر هم من عادت کردم و چون ضرر نکردم از گفتن واقعیت های زندگیم، عادت کردم که بگم. شاید خیلی دوست نداشته باشن زندگی خصوصیشون رو عنوان بکنن، ولی من فکر میکنم وقتی جلوی دوربین قرار میگیری، به هر حال یه سری تعهدات و مسئولیت ها داری و یه سری جواب هاست که باید به سوال های مردم بدی. من همیشه سعی کردم جواب ها رو خودم بدم، نذارم که جواب های بی ربط و حاشیه‌ای برام بسازن یا پیدا بکنم. بله، من مهاجرت کردم به همراه خانوادم، مدت زیادی نیست و توی این مدت از چشمام معلومه به اندازه تمام سالهای عمرم که گریه نکرده بودم گریه کردم. چرا؟ چون من آدم رفتن نبودم، هیچ وقت حتی بهش فکر نکرده بودم. خیلی از آدم ها شاید از بچگی عشق تحصیل کردن توی خارج داشته باشن، زندگی کردن، نفس کشیدن. من هیچ وقت این اشتیاق رو نداشتم، هیچ وقت میلش رو نداشتم. یا هر وقت اگر کسی میگفتش که تو چرا نمیری، میگفتم من باید چرا من برم. ولی جرقه این اتفاق خرداد، فکر میکنم یک سال و نیم پیش زده شد. جلسه دادرسی بود که بازپرس اون جلسه مثل یک دوز با من برخورد کرد. بابت چی؟ بابت شرکت کردن در مراسم عزاداری قربانیان سقوط هواپیمای بابت پست گذاشتن راجب فقر و گرونی و راجب معضلاتی که وجود داره، نواقصی که وجود داره در سیستم مدیریتی و هرچی. با من مثل یک دوز برخورد کردن و من وقتی نشسته بودم همونجا جلوی اون آقای بازپرس، تو دلم فقط میگفتم که دیگه نمیتونم و دیگه آخرشه، آخر توان و ظرفیتمه که بتونم تحمل بکنم. من هیچ وقت دغدغم لچک سرم و کلاهی که مجبور باشم بذارم و سرم نیست، نبوده و نخواهد بود. برای من دغدغه اون پوششیه که مجبورم کنن رو اعتقادم، رو سلیقم، رو نظرم، رو نگاهم، رو بیانم، رو زبانم، رو چشمام بخوان بذارن. اون پوشش اجباری حال منو بد میکنه. دغدغم موی سرم نیست، دغدغم نوع نگاهم به زندگی و جهانم و پیرامونمه. منتظر تغییر شکل و شمایل خاصی از من نباشید. من بله تو زندگی شخصی مادر معجبی نیست، ولی اینجا نیومدم برای اینکه حجابم بردارم، برای من اهمیتی نداره و شاید دلیل اصلش اینه که شرط موندنم در مملکتم سکوت بود. شرط موندنم در زندگیم به صورت عادی و نرمال سکوت بود. حتی تو پروندم نوشتن در صورت تکرار بزه برخورد
حالا جور دیگری خواهد شد و این سکوت کار من نیست، نمیتونم، از من بر نمیاد. از مادرم هم انتظار این که منتظر بمونه من از این دادسرا به اون دادسرا هزار بشم و ابلاغی و اصاریه بیاد دم ده خونه دیگه بر نمی اومد. حتی اگه پستچی مثلا یه چیزی می آورد و پستچی حاضر نبود بیاره بالا تحویل بده تو طبقات، من می رفتم دم در تحویل بگیرم، وقتی می اومدم بالا می گفتم نشون بده چی بود، احضاریه هست، ابلاغی هست. گفتم مادر من اصلا دیگه سیستمی شده این ماجرا و دیگه ابلاغی و احضاریه نمیاد، پیامش میاد. یه سامانه ای رو درست کردن که پیامکش میاد که تا آخرین روزی که من بخوام از ایران خارج بشم دیگه هم من این پیامک رو داشتم که بازش نکردم دیگه که بدونم چی کار باید بکنم و چه نباید بکنم. اینا رو گفتم که بدونین که شکل زندگی من قراره اینجا فقط خودم باشم، خود خودم، و همچنان کنارتونم تا همیشه کنارتونم. کاری از دستم بر نیومده براتون انجام بدم، میدونم، ولی سعی کردم مثل مردم زندگی کنم، با مردم زندگی کنم. نمیدونم چقدر موفق بودم چقدر نبودم، ولی توقع دارم فقط درکم بکنی شرایط من رو و به هم حق بدین که نتونم باورهام رو زیر پام بذارم. خب که همه تون میدونین من مورید کیم، اکی برام الگوی شخصیتیه. فریدون فرخزاد و همه عکساش بارها تو خونه ما پشت سر من دیدیم. دیگه وقتی اسم اون آدم میاد، تفکر اون آدم به زبون میاد، وقتی شعرهای اون آدم میشه نیمی از زندگی من، پس باید درکم کنیم که من نمیتونم غیر از این باشم و نمیتونم پوشش روی مغز و تفکر و فکر و احساس و عقیدم رو تحمل بکنم و نتیجتاً اینجا خواستم میگم خیلی دوستتون دارم. فراموشم نکنی، همچنان دوستای خوبی برام بمونی. من اینجا هم قرار کار تبلیغات انجام بدم همچنان و کنارم باشین، منم تا همیشه کنارتونم. اینا رو خواستم خودم بهتون بگم برای اینکه وقتی از زبان خدا آدم هر چیزی گفته میشه بیکم و کاست با حاشیه نیست. خیلی مواظب خودتون باشین، مواظب هم دیگه باشین و امیدوارم روزای خوبی رو بعدها با هم تجربه بکنیم. امیدوارم که کشورمون آبادانیش رو ببینه، خوشبختی و امنیت و آرامش رو مردممون تجربه کنن و همه چیزای خوب براتون اتفاق بیفته. جمله بالا سر پیجم و همیشه بهش اعتقاد داشتم که مهری جز مهر ایران ندارم. دوستتون دارم، هر جای کره خاکی که باشم یک وجب از اون خاک و با تمام دنیا عوض خاک، با تمام دنیا عوض خاک.